جلسه نهم هست و داریم با هم آموزه تستیس رو نگاه میکنیم و توی دو جلسه گذشته عنوان این بخش رو گذاشتم چشمندازی نو از یک زاویه تازه به این خدایی که خودش رو بر ما آشکار کرده نگاه بکنیم که این خدا که هست و چگونه خودش رو بر ما آشکار, آشکار کرده و چرا از این مکاشفه قدسی که بر ما برملا شده ما میتونیم اینطور تشخیص بدیم که این خدا تسلیس است خدا در ذات خودش واحده ولی در اشخاص کثیر اجازه بدید به موضوع اصلیمون برگردیم بعد از این همه صحبت که توی دو جلسه گذشته کردیم یعنی به حقایقی که خدا در طی تاریخ فدیه بشر بر قوم اسرائیل توی عهد عتیق و توی کلیسا توی عهد جدید آشکار میکنه این خدا که خودش رو بر ما آشکار میکنه خدای یکتا است که کلام خدا به ما تعلیم میده که او را مانندی نیست روی روی انسان با خدا از یه حقیقت دیگه هم پرده برداری میکنه سگانگی در خدا وجود داره در نگاه اول به نظر میرسه که این دو گذاره با هم در تضاد هستند خدا یک است و خدا سه است چطور میتونه این دو تا گذاره ای که ما توی کتاب مقدس مشاهده میکنیم و از این مکاشفات قدسی که بر ما آشکار شده دریافت میکنیم بتونه می کنار هم قرار بگیره و در یک دم اعتراف بکنیم که این دو حقیقت منسجمیم و با هم در تضاد نیستم توی سالهای اول مسیحیت زمانی که مسیح به آسمان صعود میکنه شرایط کلیسا برای حزم و جذب این دادهها مناسب نبود تمرکز جدی کلیسا بر روی بشارت و ایمان تازه خودش بود و تلاش میکرد تا زنده بمونه و از جفاهای اطرافی که بر اون وارد میشد بتونه فرار بکنه و مجال چندانی رو هم به مقدسین این موقعیت نداده بود که در جهت تعمل و ادای نظامت این حقیقت تا بتونن این داده های کتاب مقدسی رو یک نظمی ببخشن و به توان توانایی داشته باشن که اون رو به شیوایی بیان بکنن هرچند کلیسا توی پرستش و زندگی خودش معترف با به این هر دو حقیقت که کتاب مقدس بر ما آشکار میکنه بوده و ایمان و خدمت و پرستش و نیایشاش و حیاتش تسلیس مهورانه بوده اما شکلگیری فرمول و یا آموزه که این مکاشفات رو به شیوایی بتونه بیان بکنه یک امری بود که بعدها در قرون بعدی اتفاق میفته کلیسا در راستای باور یهودیان و انعکاس حقیقت کتاب‌های مقدس به یک معتقد بود یک نویسنده ای هست تاریخ دان مسیحی به اسم لری هورتادو لری هورتادو معتقد هستش که یک تاثیر خیلی زیادی در تاثیر خیلی زیادی و عنصر بسیار کلیدی در پرستش مسیحیان اولیه داشته به نوعی که چه کسانی که از پس زمینه غیر یهودی بودن یعنی بود پرست بودن و یه شاید تو امپراتوری روم که افرادی هم بودن که ملحد بودند به مسیحیت میگروند و چه اونهایی که از مذهب یهود به مسیح موعود ایمان میارند در حفظ و تأکید به یک تا پرستی غیرت خیلی زیادی داشتن بنابراین یک پرستی اون رکن اصلی و اساسی مسیحیانی که از, زمینه غیر یهود می اومدن چه مسیحیانی که از پس زمینه یهود می اومدن بود و بعد به اول قرنتیان بابهای 8 و 10 اشاره میکنه در یهورتا دو و میگه که پولس در خصوص شرکت در جشنهای مذهبی بودپرستان با مسیحیان ساکن در اروپای روم سخنی دارد و میگه که او پولس به خوراک تقدیمی به بودها اشاره میکنه که در واقع نگاهی تمسخر آمیزی به چند خداپرستی قوم یهوده نگاهی تحقیرآمیز که از بطن یک تاپرستی یهودی پولس بیرون میاد و بعد پولس و رسول در اعتراض به این بود پرستی چند خداگرایی این طور میگه در اول قرنتیان باب هشت آیات چهار تا میگه پس در خصوص خوردن خوراک تقدیمی به بودها میدانیم که در این جهان بوت چیزی نیست و به جز یک خدا خدایی دیگر نیست زیرا هرچند هستند آنانی که خدایان خوانده میشوند، چه در زمین و چه در آسمان چنان که به واقع نیز مردمان را خدایان بسیار و خداوندان بسیار است اما ما را تنها یک خداست یعنی پروست و ما برای او هستیم و تنها یک خداوند یعنی عیسی مسیح که همه چیز به واسطه او پدید آمده و ما به واسطه او هستیم پولس در رند رد چند خداپرستی و انحراف از یک تاشناسی که به اون و کلیسا به ارث رسیده تردیدی نداره در همون لحظه این بودپرستی و چند خداگرایی رو رد میکنه و تأکید غیر قابل انکاری روی یک تا پرستی داره اما در کنار این اعتراف توهیدی کلیسا با سگانگی خدا هم روبرو میشه خدایی که در بین مسیحیان و در مسیحیان نزول کرده مکاشفه ای تازه ای که در حین تأکید بر وحدانیت بینش تازه ای از ذات خدا به اونها بخشیده بود خدا در ذات خودش واحد و بسیط هست این خدا ترکیبی نداره و نمیتونه برای او شریکی قائل شد به قول نصیرالدین توسی خداوند واجب الوجود است و واجب الوجود اختزا دارد که ترکیب در وجود او راه نداشته باشد زیرا هر چیزی که مرکب است نیاز به اجزا دارد و هر جز از اجزا مرکب غیر از خود آن است و هر نیازمند به غیر ممکن است و هر نیازمند به غیر ممکن است و اگر خداوند تعالی مرکب باشد ممکن خواهد شد و این خلاف فرض ماست زیرا ذات خداوند واجب است نه ممکن وقتی واجب شد ترکیب در او راه ندارد بنابراین کلیسا معتقد بوده که خدا واحد در ذات خودش و خدا در ذات خودش بسیطه یعنی اجزا نداره ترکیب نداره واژه بسیار اشتباهی که متاسفانه خیلی اوقات حتی معلمین کلام در خصوص تعریف آموزه تاسیس استفاده میکنن که خدای ما خدای مرکبی اگر خدا خدای مرکب باشه دیگه خدا خدای واجب الوجود نیست خدایی که قائم به ذات باشه نیست بسیط بودن خدا رد میشه در نهایت ما در به یک موجودی باور داریم که تنها نام خدا رو بر خودش گرفته اما این خدا در شخص مسیح و در روز پنتیکاست با نزول روح القدس حضور متمایزی از خودش رو به رخ جهانیان میکشه پدر پسر و روح القدس سه اغنوم تسلیس با وجود تمایز آشکار از یکدیگر همزاد هستند این حقیقت بر کلیسا آشکار میشه خدایی که ما بهش معتقد هستیم خدای واحد این یک تاشناسی که تأکید ای رو و بیچون و چرایی رو کلیسا بر روی اون داشت الان میبینیم که در اشخاص تسلیس تجلی پیدا کرده و دو گزاره و دو حقیقت رو کلیسا باهاش روبرو هست کاترین تنر میگه که هرچند کتب عهد جدید فرمول الهیاتی و بیان شیوا از آموزه تسلیس را به ما نمیبخشد فرمولی مانند آنچه الهیات دانان در قرون آتی به زبان آوردند اما این به آن معنا نیست که الهیات دانانی که بعدها به تعمل و تکلم در خصوص تسلیس پرداختن به فعالیت الهیاتی که منفک از داده های کتب عهد جدید بوده مشغول بودند بیانات الهیاتی که یک تاپرسی رو در زیر نور سگانگی الهی در یک جا جمع آورد نتیجه تعویلات متعهدان، متعهدانه الهیات از کتب عهد جدید بود یعنی وقتی که بعدها فرمول تسلیس شکل گرفت این فرمول تسلیس زائیده تراوشات, تراوشات زنهای بیکار اسقفان نبود بلکه اونها بازگشتن به کتب عهد جدید اون رو کنکاش کردن داده ها رو کنار هم قرار دادند و این گزاره ها اونها رو به تعریف تعریف آموزه تسلیس رهنمون کرد آموزه تسلیس به معنای تعویلات به معنای ببخشید ادای مکاشفه تسلیس به شکل شیوا پس از کامل شدن عهد جدید در جریان مباحث، مباحثات بحثنگیز الهیاتی به تدریج شکل گرفت و اون گروه از پدران کلیسا که توی شکلگیری این آموزه نقش داشتند فکر نمی که مشغول ارائه تئوری تئوری های نظری و یا اختراع ایده های نوین هستند بلکه ایشان بر این باور بودند که کاری رو که انجام دارن میدن در واقع تعویل مکاشفه الهی است. یکی دیگه, دیگه از نویسندگانی که من خیلی بهش علاقه دارم به اسم راجر اولسون میگه که خیلی حرف قشنگی میزنه میگه بدعت مادر راستدینی است بدعت مادر راستدینی است منظور راجر اولسون این هستش که وجود بدعت ها و تعالیم نادرست در طی تاریخ کلیسا به مقدسین فرصتی بخشید تا در جهت دفع و مبارزه با تعالیم غیر کتاب مقدسی با ارائه باورهای خودشون به شکل نظاممند و مشخص موقعیت و موضع کلیسا رو در خصوص اعتقاداتش تعیین کنند یک بار دیگه این رو میگم وجود بدعت ها و تعالیم نادرست در طی تاریخ کلیسا به مقدسین این فرصت رو بخشید تا در جهت دفع مبارزه با تعالیم غیر کتاب مقدسی با ارائه باورهای خودشون به شکل نظاممند و مشخص موقعیت و موزه کلیسا رو در خصوص اعتقاداتشون تعیین کنند ستیز و جدالهای الهیاتی بحثا و گفتگوهای داغ فلسفی کلیسا رو به سوی برقراری شورای کلیسایی داد. مجامعی که در اون اسخفها ها و رهبران کلیسا به گفتگو و شکل دادن اعتقادات مسیحی مشغول شدند کلیسا یه فرصتی رو پیدا کرد تا در باب مکاشفات الهی در طی تاریخ بشر بیاندیشه به اونها فکر کنه و داده‌های کتاب مقدسی رو به شکل منسجم و واژگانی شیوا ادا کنه اون مواد اولیه در دستشون هست کتب عهد جدید و کتب عهد عتیق مکاشفات قدسی مشخصی رو به کلیسا بخشیده الان وظیفه کلیسا چی است بعد از اینکه این فرصت رو پیدا کرد بعد از اینکه این مقدار آرام گرفت و جفاها خاموش شد این داده ها رو برداره کنار هم بچینه نظمی رو به وجود بیاره و توانایی رو داشته باشه که بتونه به زبانی شیوا اونها رو ادا بکنه بتونه اونها رو در یک مجموعه مشخص و منسجمی قرار بده تا با نگاه کردن به اونها متوجه بشن که کلیسا به چه چیزی باور داره آموزه تسلیس هم در نتیجه واکنش کلیسا به تجدینانی مثل سیبیلیوس و آریوس و افرادی نظیرون بود شوراهای کلیسایی چون نیقیه که در سال 325 بعد از میلاد و کلسدان که در سال 381 بعد از میلاد اتفاق میفته یک رزمگاه خداشناسی شد که توی اون کلیساها ها تعالیم نادرست آریوس رو که کلیسا رو به مدت پنجاه سال به چالش کشیده بود به جنگ میتنبه بعضی از این گروه به الوهیت پدر معترف بودند کسانی که از, از نگرش آریوسی داشتن به خدا نگاه می کردن. به علویت پدر معترف بودند اما پسر خدا رو که در شخص مسیح مجسم شده بود رو فاقد مقام الهی می دونستن. به فکر اونها به گمان این اشخاص عیسی مسیح بعد الهی نداشت و بنابر باور آریوس و همراهانش پسر و روح مخلوق پدر و در نتیجه زیر دست و مادون پدر بودن دکتر مدال فاتحی توی کتاب خودش تسلیس باور این دسته رو تحت عنوان زیر دست باوری معرفی میکنه و در کنار این افراد بعضی هم با این عیسی مسیر رو الهی میدونستن اما تمایز واقعی رو بین پدر و پسر قائل نمی شدن. گروهی معتقد بودند که خدا قبل از ظهور مسیح در نقش پدر ظاهر شده و بالاخره بعد از صعود پسر به آسمان همان شخص واحد در روز پنتیکاز در نقش رول قدس بر مؤمنین نازل میشه این عقیده در تاریخ عقاید به بدعت حالت, به بدعت حالت باوری معروف است مدلیزم این رو میگن و یکی از گروه های بدعتی که در بین ایرانی ها فعالیت میکنن به نام کلیسای ایران هستند که چند سال پیش من و دکتر ساسان توسلی در خصوص اونها صحبت کردیم این گروه معتقد هستند که تمایزی بین پدر، پسر و روح قدس وجود نداره و این سه شخص سه تجلی هستند از خدا به نوعی که از ازل چنین تمایزی رو ما نمیتونیم برای خدا قائل بشیم و این ابعاد این اشخاص این شخصیت ها در حقیقت عملکردهای های خدا در طی تاریخ هستند و اونها تاکید زیادی بر روی اکونومیک ترینیتی تسلیس اکونومیک داشتند که من توی جلسات بعد به این مسئله خواهم پرداخت اینها باورهای نادرستی بودند و امروز هم متاسفانه در بین کلیساها گاهی اوقات میبینیم رایج هست که کلیسا در این رزمگاه خداشناسی در شعراهایی که تشکیل میشه ترتیب, خود، ترتیب اونها رو میده تکلیف خودش رو با اونها مشخص میکنه و کلیسا موضع مشخص و معینی رو در باب این گروه در همین قرن چهارم به بعد میگیره نه تنها این باورها اون زمان به آشکاری بیان میشه بلکه این طرز تفکر این نگرش این خداشناسی خداشناسی حاضر و فعالی در زندگی و حیات کلیسا پیش از تشکیل و برقراری این شوراها بود و زندگی کلیسا پرستش کلیسا مأموریت کلیسا و باورهای کلیسا از همون آغاز از زمانی که مسیح صعود میکنه و در پنتیکاس و روح قدوس خدا رو تجربه میکنن تسلیس محورانه بود بستر و بنیاد خداشناسی کلیسا توحید هست یک شناسی هست اما این یک شناسی بعد تازه ای رو با تجسم پسر خدا و نزول روح القدس به خودش میگیره و ما معتقد هستیم که خدا در ذات خودش واحد هست در ذات خودش بسیط هست اما این خدای واحد در خودش سگانگی داره به این معنا که خدا در اشخاص کثیر هست حالا در خصوص تعریف آموزه تسلیس صحبت خواهیم کرد به این مسائل خواهیم رسید ولی این تجربه کلیساست از خدایی که خودش رو در طی تاریخ آشکار میکنه این پرده اسرار خودش رو به کناری میزنه و اجازه میده که انسان به این به ذات الهی بنگره و بتونه این حقایق رو مشاهده بکنه جلسه بعد به فیض خدا وارد یک مبحث دیگه خواهیم شد که اسمشو گذاشتم حیات الهی و در این خصوص با که گفتگو خواهیم کرد. مرسی